ایدی، وزیر کشور کابینه رئیسی، از راه اندازی طرح سرکوبگرانه جدیدی با عنوان محله اسلامی خبر داد. به دایون در این محله هر کس به فکر همسایشه. برای بررسی این موضوع و همچنین موانعی که بر سر راه استمرار قیام قرار داره، همراه هستیم با آقای شهرام گلستانه، رئیس انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. آقای گلستانه، سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان سوال اول، منظور از این محله اسلامی پاستور وحیدی چیه؟ این موضوع چه تاریخچه‌ای در رژیم داره؟ اولا سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیزم در جای جای ایران و سراسر جهان. ببینین، این بحثی که این پاستور وحیدی در واقع جنایتکار مطرح کرده، بحث فی‌الواقع جدیدی نیست. من حتی اگر که شما اجازه بدین، شاید سن و سال بسیاری از شما به اصطلاح دوستان عزیزم و جوانان عزیز وطن قد نده، ولی میخوام بگم که ببینین، خمینی حتی موقع از بد به ورودش به ایران چنین بحثی رو، بحث جاسوس پروری و بحث جاسوسی و در واقع کشور رو به یک جاسوس خانه تبدیل کردن، برای من اصطلاحات خودش رو به کار میبرم، امیدوارم به هر حال هموطنانمون آزرده نشن، حفظ اسلام عزیز که اصطلاحی بود که خمینی به کار میبرد، میگفت برای این کار همه چیز واجبه، حتی نمیگفت که مجازه، مثلا میگفت شرب خوردن مشروب برای حفظ اسلام عزیز واجبه، نه حتی اینکه مجازه، یا انواع اقسام، یا ترک نماز، یا چیزهای دیگه. بنابراین از روز اول رژیم چنین چیزی رو داشت. اگه یادتون باشه، یا برای کسانی که زمان انقلاب 57 یادشون میاد، یکی از طرح‌های خمینی و در واقع ترس خمینی از این بود که بسیاری از مکانهایی که موجود هست مثل مساجد، اینها در اختیار نیروهای انقلابی یا مجاهدین و یا رزمندگان قرار بگیره، و از همون اول با کاشتن خلاصه ملا و چیزهای دیگه سعی میکرد که این خط رو پیش ببره. من یک مثال دیگه از اون زمانها میزنم و بعد میام به سوال شما و به دوران همین الان و اخیر اشاره میکنم. یک زمانی حتی طرحی به نام طرح مالک و مستأجر رو رژیم ددمنش آخوندی به کار برد که هدفش این بود که بسیاری از کسانی رو که به هر حال به خاطر سرکوب رژیم جا و مکان دیگه نداشتن، اینها رو با همین بحث جاسوسی و جاسوس پروری در کشور در واقع از همون جا و مکان موقتی که دارن اونها رو برونه و یا به جوخه اعدام بسپاره و یا زندانی بکنه. و الان برگردیم به دوران اخیر، همین الان هم همینطوری که شما اشاره کردین، بحثش از بحث محله اسلامی چیزی نیست به جز این که بخواد مردم رو تحریک به جاسوسی علیه همدیگه بکنه، که البته شکست خورده. خواستن که به اصطلاح پاستور حیدر بابا احمدی اعلام کرد که خب یکی از کارهایی که بسیج یا پایگاه‌های مقاومت بسیج، که در واقع همون مساجدیه که رژیم به عنوان پایگاه‌های مقاومت بسیج استفاده می‌کنه، هدف اصلیشون حفظ امنیت مردم و کشوره. در واقع این رو به نوعی اعلام کرد که این پایگاه‌ها رو می‌خوام که تبدیل به پایگاه های خلاصه گشت و گشت ارشاد و گشت بسیج و انواع این کارا بکنه، که البته شکست خورد. و الان این دور جدید باطلیه که پاستور وحیدی، که خودتون میدونین سابقه تروریستی و جنایتکارانش در همه جای دنیا بسیار معروفه، با بحث محله اسلامی همین رو داره دامن میزنه که خلاصه همسایه ها به فکر همدیگه باشن. ولی منظورش از همسایه ها به فکر همدیگه بودن اصلا مسائل انسانی و انسان دوستانه نیست. منظورش اینه که با استراتژی ظفرنمون کانون های شورشی و بحث محل محور کانون های شورشی، در واقع جنگ و مبارزه با صورت محل محور، رژیم فکر کرده، فقط فکر کرده که خب میتونه که پاتک بزنه و با این بحث به اصطلاح محله اسلامی کماکان بقیه رو به جاسوسی یا خونسا کردن کانونهای شورشی و اعتراضات و اقدامات مشابه اون در محله‌های مختلف
وادار بکنه، ولی در یک کلام بخوام بگم، خیلی به قول معروف ساده بخوام بگم، کور خونده. چون بحث از این حرفا گذشته، محله اسلامی که سهله، شما 40 اندی ساله که به قول خودتون کشور اسلامی ساختین که البته هیچ ربطی به اسلام نداره و خب توش الان با چنین در واقع فاجعه های انسانی روبرو هستین که مردم به پا خواستن و خواستار نابودی سرتاپای رژیم شما هستن و این قطعا محقق خواهد شد. بنابراین در یک کلام، سابقه تاریخیش از زمان روی کار آمدن خمینی تا همین الان ادامه داشته و هدفش هم سرکوب هر گونه اعتراض و خلاصه مقاومت مردمه که البته راه به جایی نخواهد. بله، خب ممنون. همونطور که میدونید جریان اصلاحاتی های درون رژیم با آغاز قیام سال 96 در ایران سوخت. میخواستم برامون توضیح بدین کوتاه که با سوختن این جریان رژیم چه مسیری رو در رویارویی با قیام مردم ایران طی کرده؟ ببینید، همونطور که اشاره کردین، این جریان سوختن اصلاحات با شعار بسیار بسیار تعیین کننده مردم در کف خیابون که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یه خط بطلان قرمز قاطع روی تمامیت رژیم کشیده شد. نه فقط بحث اصلاحات، ولی دیگه اصلاحات به طور کامل سوخت، به طوری که خامنه ای مجبور شد، که همین خامنه ای که مجبور شده بود به هر حال تو این جنگ و دعواهای داخلی خودشون یه وقتی روحانی روباه بنفش رو بیاره، ولی مجبور شد که رئیسی، یکی از جنایتکارترین مهره ها رو به عنوان رئیس جمهور بیاره، که خب الان هم در این بنبست گیر کرده. ولی طبیعتا رژیم تا وقتی که سر کار هست، دست از توطئه و وزارت اطلاعاتش به طور خاص ایجاد راه‌های گوناگون برای به انحراف کشوندن قیام و خلاصه چند سباهی به عمر این رژیم اضافه کردن، حتما به این کارها دست خواهد زد. به طور مشخص بعد از بحث اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا که خط اصلاحات سوخت، رژیم در صدد جایگزینی لااقل در شعار، این که میگم لااقل در شعار چون به هر حال اینها مسائلیه که باید پا در زمین داشته باشه، در واقع باید در بدن جامعه باشه، و چون چنین چیزی وجود خارجی نداره، رژیم سعی کرد که با شعار و در واقع جایگزینی چیزی در ما به ازای اون اصلاحات به عمر خودش اضافه کنه. این کار چی بود؟ دامن زدن به بحث که باز از همون زمان شروع شد، که خود وزارت اطلاعاتی های رژیم در تظاهرات های داخل شعار رضا شاه روحت شاد رو سر دادن، ولی نهایتا در واقع سنگ بنای حمایت از سلطنت طلب و بحث سلطنت طلبی، حالا که سلطنت اصلا چیزی نیست که کسی بطلبه، اون اگه حتی اصطلاح شاه یا اون قانون اساسی اون رو به کار ببریم، میگه سلطنت موهبتی است الهی، بنابراین سلطنت چیز قابل طلبیدن توسط مردم نیست. به همین دلیل رژیم اومد بحث سلطنت و سلطنت طلبی رو جایگزین بحث اصلاحات و اصلاح طلبی کرد، که با این حربه بتونه کماکان خلاصه قیام مردم که یک هدف بیشتر نداره، سرنگونی تام و تمام این رژیم و حاکمیت جمهور مردم ایران در یک جمهوری دموکراتیک، این رو به انحراف بکشونه. ولی خب این هم میبینیم که روز به روز، به خصوص با قیام اخیر که از شهریور ماه سال گذشته اوج جدیدی به خودش گرفت، میبینیم که به هر حال روز به روز این توطئه ها هرچه بیشتر آشکار میشه و روز به روز مردم اتفاقا خیلی بیشتر به عمق اینکه رژیم چقدر خلاصه در صدد ابقای خودش با هر بهانه ای از جمله آویختن به دامن سلطنت هست روبرو شده. واسه همین میبینیم حتی بسیاری از این تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور که زمانی مطلق در خط اصلاح بودن، الان مطلق در خط سلطنت طلبی هست. بله آقای گلستانه، با شروع قیام 1401 برخی از همین جریان اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون من جمله بقایای سلطنت خواستار لیست‌گذاری سپاه شدن، این با نکاتی که الان گفتید در تناقض نیست؟ اصلا در تناقض نیست، لااقل اگه نظر من رو بخواید میگم اصلا در تناقض نیست. ببینین
همین بقایای سلطنت اگه یادتون باشه در قبال به هلاکت رسیدن پاسدار قاسم سلیمانی هیچ گونه عکس العملی از خودشون نشون ندادن، حتی در اون زمان حتی ابراز خوشحالی هم نکردن که بابا یک همچین موجود جنایتکار پست فطرتی به هر حال از صحنه سیاسی نظامی ایران برداشته شده. حتی در اون زمان خواستار در لیست گذاری سپاه هم نشدن، در حالی که مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران و همه نیروهای آزادی خواه از مثلا میخوام بگم سالیان سال پیش در واقع پرچم این که سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی تروریستی که در به اصطلاح چنگالهاش رو در سراسر خاورمیانه و سراسر جهان گسترده، باید به همون چیزی که هست یعنی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته بشه و به همین صورت نامگذاری بشه. خواست مقاومت ایران همواره این بوده. خب با شروع قیام 1401 به هر حال آب در لانه مورچگان افتاد. برخی از این به اصطلاح جریانات دیدن که کلاهشون پس معرکه است و اگر همراه نشن با این خواست خب خیلی از چیزهای دیگر رو خیلی زودتر از دست میدن. ولی حتی در شعار، حتی در همین شعار عملی میبینیم که چپ و راست با تبصره بدنه سپاه خیلی خوبه. اصلا حتی در مسمومیت دختران بیگناهه واقعا قلب آدم خیلی به درد میاد این صحنه ها رو تکرار میخواد بکنه یا لغتش رو به کار ببره. واقعا در همین مسمومیت دختران بیگناه مدرسه ای در ایران میبینیم همین به اصطلاح بقایای سلطنت مدفون گفتن که ما از سپاه میخوایم که به ملت بپیونده و انگار مثلا از کره مریخ یکی اومده این دختران رو مسموم کرده و مانع از مسمومیت دختران بشه. بنابراین به نظر من اصلا در تناقض نیست و هرچی که این قیام جلوتر میره از این پشتک و وارو زدن ها زیاد خواهیم دید. در یک کلام بخوام بگم با تشکر. به عنوان سوال آخر، در شرایط کنونی در مقابله با طرحهایی مثل همین طرح محله اسلامی و همینطور همکاری بقایای سلطنت با ولایت خامنه‌ای و سپاه چه باید کرد؟ در یک کلام من به مناسبت‌های مختلف و حتی در مباحث مختلف این رو مطرح کردم. اولا شکی نیست که راه کار برای مردم ایران با هر گونه تفکر و عقیده و هر چیزی که هستن، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، این رژیم در بن‌بست مطلقه. بنابراین راه کار سرنگونی تمامیت این رژیم از اصلاح طلب و اصولگرا و سلطنت طلب و خلاصه همه قماش چیزای شبیه به اینه. برای رسیدن در واقع اجرایی کردن این راه کار، مقاومت ایران استراتژی کانونهای شورشی رو به صورت ظفرنمون تا الان به پیش برده. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگم که تقویت و تکثیر کانونهای شورشی، تقویت و تکثیر اعتصابات و اعتراضات و در هماهنگی و حمایت از کانونهای شورشی، چون اعتراضات مدنی به خودی خود البته خوب هست ولی به خودی خود سرنگون کننده رژیم نیست. سرنگون کننده رژیم همین استراتژی کانونهای شورشی و آتش جواب آتشه. همون چیزیه که الان میبینیم در گوشه گوشه مملکتمون جوانان غیور در واقع اون رو به کار میبندن، از بلوچستان قهرمان گرفته تا کردستان قهرمان گرفته که این روزها سالگرد شهادت واقعا فرزاد کمانگر و شیرین علم‌پوری و سایر دوستانشون هست. واقعا مجددا درود میفرستم به مردم قهرمان کرد و به معلمان عزیز که باز هم در همین روزها شاهد اعتصابات اونا هستیم. بنابراین راه کار حمایت هرچه بیشتر، پیوستن و گسترش کانونهای شورشی و آتش جواب آتشه. همین اخیراً فکر میکنم سخنگوی مجاهدین در پاسخ به یک اظهار نظر واقعا بلیهانه رژیم که گفته بودن، در واقع قضایای رژیم اعلام کرد که از نظر ما سلاح سرد و گرم هیچ فرقی نمیکنه در مجازات، یعنی ما همه رو اعدام میکنیم، فکر میکنم به درستی گفت. خب اگه از نظر رژیم فرقی نمیکنه، بهتر اونه که همه به اون راه حل دوم
در واقع روی بیارن. فکر کنم خود پاسدار وحیدی بود. بله بله. بنابراین من هم در واقع چیزی به جز این چیزی اضافه برای ندارم و مجدداً همه مردم قهرمانمون، همین معلمان قهرمان، همه دردمندان، همه کارگران، همه اقشار مختلف، همه زنان و جوانان کشور رو به پیروی از همین خط و حمایت بی‌دریغ از کانونهای شورشی برامید. بله، با تشکر از شما آقای شهرام گلستانه، رئیس انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین. بسیار متشکرم که من رو داشتین. موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.